اینجا روستای چاوک ولسوالی انجیل هرات است که در زمین لرزه قوی کاملا ویران و با خاک یکسان شده است. به باشندگان این روستا به علت بیرون ماندن از خانه هایشان آسیبی نرسیده است. این روستا در ولسوالی انجیل هرات که در زمین لرزه صبح امروز ویران شده است، فاصله چندان زیادی با روستاهای ولسوالی زندجان که در زمین لرزه روز شنبه نابود شده بودند ندارد. در کنار این روستا در زمین لرزه صبح امروز 24 روستای دیگر در ولسوالی کشکر بادسنگی هرات که در شمال همین روستا واقع هستند تخریب شدند. همه جنگله امروز صبح ما بیدار بودیم. ما خود گنگ شدم، گوشام گیرون شد. دخترها غیخ کشید که ادی کلو بدر شد، ادی کلو بدر شد. سلق و پایلق بودستید، همه زمین سریش میکشتم بدر شد. یک شنبه تاول ما ببین بیرونی. همه خونه ها ما که ترک کرده به من زلزله ما هیچ یک سلو نمکردیم برای بارا خبر داره. زیادتر مالحال بار زندگی هم به داخل خونه ها موند. این زوج کهنسال با آمادگی قبلی بخشی از وسایل خانهشان را بیرون کشیدند. اما ویران شدن خانهشان خانواده آنان را همزمان با سرد شدن هوا بی سرپناه ساخته است. خونه ها رنگ کرده کمت ها از غریده. ای دیگه نصف بچه هم بیدیم خود ما بیچیدیم چه از زمستان بیتر. گاری کدکار چکار کنه؟ تیم های نجات به این روستا نیامدند و به همین علت باشندگان محل تلاش می ورزند تا اموالشان را از زیر ویرانه ها بیرون کنند. شاه سوار که بی سرپناه مانده قصد دارد که فرش و برخ اموال خود را از زیر این آوار بیرون سازد. همه خسار همه مال و زندگی همه چیز نفس دار کن ما به تلفات نداریم. همه زیگه مال ما همه زیر خاکیم. کمپل داشتیم به زیر شد. گندم داشتیم همه به زیره. برنج داشتیم. روغن داشتیم. غذایی هم به زیر. هرچی داشتیم فقط ما همیز قدر ور داشتیم و داخلیم خونها همون روز آواز زلزله روز شنبه. با واسطه از این ما گفتیم شاید یک روز یک دو روز بشه پس بریم داخل خونها خوریم. سه زمین لرزه نیرومند صبح وقت امروز حوزه غرب به ویژه هرات را شدید تکان داد. مرکز این زمین لرزه که قدرت قوی ترین آن 6.3 درجه ریشتر بود ولسوالی کشکر بادسنگی هرات گفته می شود.